و سلام تازه خدمت دوستای کمی نکنید با ما پای بستن. امیدوارم تا ساعت سه بیننده نیمه روز باشن خب بیننده های عزیز موضوعی را که انتخاب کردیم میخوایم در رابطه با اچ پولری یا میکروبی شدن میده صحبت کنیم که متاسفانه در یا وقت خیلی زیاد هم شده تعداد زیاد از افراد مبتلا به این مرض هستن که چه عامل باعث اچ پولری و همچنان چگونه ما جلوگیری کنیم تا که مبتلا به این مرض نشیم دکتر سب عبدالحق زاده در استودیو با ما هستن و صحبت رو هم برشون آغاز میکنیم ما پیش از دک دکتر سب خوش آمدید بگوییم سیر ارتباطی در اختیار شما از قرار داره میتونین پرسش رو با ما مطرح بسازین شماره تماس برنامه که زیر نویسه 0711 میتونین از همین حالا با تماس این پرسش رو با ما مطرح بسازین دکتر سبتمند پاسخ میتونین دکتر سبتمند سلام خوش آمدین مرسون بخیر زنده باشین من هم سلام و ادب میکنم خدمت شما و خدمت تمام همکاران تکنیکی شما و به های تلویزیون آریانا مهربانی است سلامت باشین دکتر در, در میشه بگین که هیچ یا میکروب میده چی است که در مجموع اگر ما فکر کنیم با تکالیف میده که اسید میده هاست و بر روزو التهاب میده است کانسر های میده است یا سرطانهای های میده یکی از اینها ایچ میده است یا هیلیکوبکتر پایلوری کی یک میکروب فنری مانند است و همیشه جابجا میشه در قسمت جسم میده که در همو قسمت وقتی که جابجا میشه و به وقت دوامدار ببانه بناهن اون مقیش های مخاطی حجرات میده تخریب میکنه بالاخره با تخریب شدن ازی، حجرات معسل که در خود میده موجود است ای اچ ای سی یا هیدروکلوریک اسید به. یا تیزا مده افرازش زیاد میشه و همچنان سوی جذب و سوی حازمه پیدا میشه در نتیجه انسان بسیار ناراحت می باشه و بالاخره اگر ای بد درستی تشخیص نشود و یا تداویش باید صورت درست صورت نگیره این یکی پیش قدم امراضی پیشرفتی میده است که حتی گاهی گاهی باعث سرطان های میده نیست شده میتونه چون گاسترایتیس وقتی که ما میگیم یا التهاب میده از باعث چیزهای مختلف وجود میاد بعضی اوقات خود غذاهای صرف خدا باعث گاسترایتیس میشه بعضی اوقات ز... بعضی از ادویه های ضد درد مانند اسپرین دکلوفیناک بروفین و غیره که قصد که زیاد مصرف میکنن ای هم باعث تخریب مخ... شای مخاطی میده میشه و گاسترایتیس با وجود میاد همین قسم روز افزون از هر روز که تیر میشه و هر روز روز به روز اینمی واقعیات ای پایلوری یا پایلوری چون زند... سطح زندگی ما بسیار پایین است شرایط بحید. زندگی ما مساعدتر نیست آب ما ملوث است غذای ما ملوث است و از این طریق از یک شخص به شخص دیگر انتقال میکنه آه، یعنی مرض مرض از یک شخص به دیگر شخص تواسط مثلا امی شخصی که مواد در وقت که اینا مواد غیتر اترام میکنن این مواد غیتر میره خشک میشه بعد سر سبزیجات یا در آب داخل میشه و یا در خود آب موجود میباشه یا بالای غذای در گلاسی که اینا آب میخورند اگر این میکروبی شوه اینمی میکروب در این آب موجود باشه و کسی دیگه بنوشه از این طریق انتقال میکنن وقتی که انتقال کرد اگر کسی در فامیل یک نفر اچ پایلوری باشه ممکن در مو فامیل اگر کلگیشان کل معاینات کنن دو سه چهارش مصاب اچ پایلوری باشن و این روز به روز تعداد اینا افزوده میره افزوده شده میره و واقعاتش در جامعه بسیار اکثرا شکایت قبلا نام اچ پایلوری کس نمیفهمید وقتی که مریض خودشان به دکتر میگه که معاینات میکروب معده یا ایچ نکنم، نکنن حتی نا با نامش اشنایی پیدا کنن چون واقعاتش بیشتر شدن و این واقعات دا. وقتی که ایچ پایلوری میده مصاب ساخت و ایچ پایلوری یک شخص مصاب ایچ بود پس در این اوقات اینا سوی ما پیدا میکنن حتی بعض اوقات قسم میشه که نفس کشیده نمیتونن نفس تنگی پیدا میشن. که پیش دکتر اینا مراجعه میکنن میگن که نفس تنگی داریم بعض اوقات خودی دکتر هم مغالطه میشه که ممکن نفس تنگی نداشته باشن در وجود با وجودی که نفس تنگی ندارن اما او از باعث اینمی خود ایچ پایلوری یک مثلا مسئله دوم مسئله دوم ایچ پایلوری است که بعضی وقت دردای مختلفه در وجود پیدا میکنه مثلا تماما میده تواصات اعصاب یا اعصاب مرکزی سیستم منسلک است و این اعصاب تماما وجود احتواه کرده در هر قسمت وجود ما اعصاب موجود است چون میده هم توسط اعصاب سمپاتیک و پاراسمپاتیک تعصیب شده وقتی که این اعصاب تحت فشار قرار داده میشه پس در این وقت است که سوی جهاز پیدا میشه سوی هاضمه پیدا میشه مواد مغذی که ما و شما میخوریم یا میگیریم عکس میکنیم که برای وجود ما ضرور است که او از قبیل منرال ها از قبیل کلسیم است از قبیل ویتامین هاست است خاطر سیستم ایمیون ما یا معافیت ما بلند بره این تمام این مختل میشه آه. وقتی که جذب مختل شد ما مصاب فقدان ویتامین دی کلسیم آیرن زنک کوبالت سلینیم و غیره میشیم وقتی که فقدان عظیم منرال ها با وجود آمد در نتیجه در مجموع گاه در مجموع ما احساس درد در قسمت های مختلف بدن خود میکنیم گاهی سردردی پیدا میشه گاهی درد عضلات پیدا میشه گاهی درد ساق پای پیدا پای میشه سوزش پای پیدا پای پای میشه کسایی که تکالیف معده دارن اونا اکثرا شاکی عزیزم که قف پای ما هم سوخت میکنه او از باعث فقدان ویتامین بی 12 هست وقتی که... خوب است ما روی مراحل اچ پلری صحبت کنیم که در مرحله اول چی است مراحل پیشرفتیش و در چهار مرحله است ایچ در مجموع اصلا وقتی که یک شخص مصاب میشه در شروع آراز و لایم خفیف میده بادن اگر تداوی به صورت درست صحیح نگرفت متوسط و بالاخره شدید میشه در قدم نخست وقتی که آراز و علایم خفیف باشه یک شخص غذا میخوره غذا را بسیار کم میخوره و یا وقتی که غذا میگیره میگن که دمیده ما دمش میکنه <laughs> و غذایم زود هضم نمیشه پس شانایم سوخت میکنه سردردی برم پیدا میشه در قفس سینیم سوخت پیدا میشه و همچنان سینیم درد میکنه سینیم درد و دردهای دردهای و چیزا را داشته میباشن و گاهی اوقات وقتی وقت که اینمی التهابات و چی پیشرفته میشه در این صورت باز اینا شکایت میکنه که نفسیم هم قید میشه اما یک شکایت دیگه امدی زیناس که اینا همیشه شکایت دارن میگن که مزی دهن ما درست نیست و همیشه تلخ می باشه و چیزی مزیش نمیتا و وقتی که غذا میگیریم یا عکس میکنیم هضم کرده نمیتونیم اینمی آراز دارن باز اوقات قسم میشه که سردردی به زینا پیدا میشه و سردردی شی شدید وقتی که اینا احساس میکنن که اینا سردرد هستن اما این احساس نمی کنند که اینا کدام تکلیف در میده داشته می باشند okay. بعضی اوقات ایلا اراز و رایم ایچ قسمی است که قطعا سوزش میده نمی تا. کدام مشکل دیگه تنفسی نمی تا. اما یک سردردی می تا. در صورتی که سردردی می اینها اینا مراجعه می پیش دکترهای آساب uh -huh. و پیش دکترهای آساب وقتی که مراجعه میکنن کنند اینا حکایت میکنن معمول است که چون در کشور ما چل سال جنگ تیر و تقریبا از 90 فیصد بالا مردم به با مرض افسردگی عمیق دوچار هستن اونا ایتر فکر میکنن که شاید اینا دیپریشن باشن یا افسردگی عمیق داشته باشن دوای اصاب شروع میکنن با وجود از اینها دوای اصاب میگیرن باز هم سردردی محو نمیشه در قدم دوم با او نشد در قدم دوم چون یکی به دیگه حکایه میکنن باز یک کسی مشوره برش میته میشه یک دفعه پیش دکتری گوش و گلو, گلو, گلو بری که میشه در قسمت چشمان بالای تینوزیت نشده باشی یا اینجا چرک جمع نشده باشن وقتی که پیش دکتر گوشگلو هم میره اونا هم دوام میتن هیچ نتیجه نمیتن بالاخره که اینا مجبور میشن که علت سردردی خود پیدا کنن باز بازی ها میگن شاید کم خون باشم چون کم خونی هم سردردی را پیدا میکنه هم بیخوابی و اچ پایلوری هم سردردی را پیدا میکنه و هم کم خوابی وقتی که متوجه میشه بادن, بادن بادن که نه غذاسی هضم نمیشه در مواد غایتی خود وقتی که آنتیجن اچ پایلوری ماینه میکنه که مثبت است Okay. بعد از وقتی که او تداویر صورت میگیرند سردردی هم گم میشه خوابش هم راحت میشه و امو احساس ناراحتی که در وجود خود احساس میکند ایره برطرف میشه اما مهم است که در افغانستان ما شما که وقتی که ما میگیم که تعداد ایچپایلوری uh -huh. یا واقعات ایچپایلوری که بسیار زیاد است و تداویش به شکل صحیح و درست صورت نمیگیره او چند علت داره یکی از علت های از این است که ما ادوی با کیفیت نداریم و کوالیتی کنترول ما که در وزارت سیاحت هم است اونا صحیح کنترول نمیکنن یک مسئله مثل دوم خب دوا با کیفیت فرزن از کشور خارج آمد اما با کدام درجه حرارت انتقال میشه با کدام درجه حرارت و با چه وقت در گمرک باید توقف پیدا کنه در ماه هاست که در گمروک توقف پیدا و وزیر افتاب سوزان کیفیت از دست میدن سیم گودام هایشان با چی شکل عیار شده؟ آیا گدامه هایشان عمود درجه حرارتی که با ادویه ضرور است عیار است یا نیست پس در اوج هم کیفیت خود از دست میتن وقتی که در سی قسمت کیفیت از دست رفت بناا مگروب قوی میشه و دوا ضعیف و هو نمو است که مریض های متداوی نمیشن بالاخره باز میگن که بین خیر بریم پاکستان یا هندوستان و اوج وقتی که اوج میرن عمو ادویه را میتن و نمو ترکیب میتن چون اوجه شرایطش براش مساعد است ادویهش با کیفیت است نتیجه میتن یک دوم رژیم غذا رژیم ادوی اچ پایلوری بسیار مهم است چون در بسیاری از رژیم های تداوی که با اچ پایلوری میشه با ادویه مقاومت پیدا کرده پیشرفته شدن با با رژیم های ساده و عادی جواب نمیده سیمی است که مردم ما چون بیسواد هستن هستند اونا یک وقت اگر ادویه را میگیرن در وقت دوم فراموش میکنن چون پیشتر ما گفتیم که ما امراض روانی تقریبا از 90 فیصد بالا بالا مردم مساب امراض روانی است و یاد فراموشی دارن اکثرا ادویش مانده فراموش شده باز میگه رو شاو میخورم از اون مو است که تنظیم دوایی و دوزاتش اگر مکمل نگیرن و با ما اندازه مشخص خود نگیرن در او صورت تداوی نتیجه نداره خب. چیزی سیمی که هست او ای است که ما باید کوشش زیرا بکنیم که از از, از با کیفیت استفاده کنیم بعضی ها هستن دکتر سبا دا نوشته میکنن و قانون نقصه نویسی است که باید نام ادویه نوشته شم دانه. چون از طرف وزارت صحت ها هم تاکید میشه و از طرف قوانین هم تاکید میشه وقتی که نام ادویه نوشته شد در دواخانه رفت امو 20 کمپانی از امو ادویه کسی که مریض خونه میفهمه میگم این نقطه را بته. اما ادوی که بیس قیمت بسیار کم باشه امور برش او هم خوش است که برو پولم کم مصرف شد در حالی که هیچ تاثیر نداره بنابراین در این صورت باید اگر خود نام اصلی ادویه نوشته میشه در بالایش نام تجارتیش نوشته شود تا با, فا... با مریض فامانده شود دکتر مریض باید تاکید کنه که اینمی کمپانی ادویه بیگی که تاثیرات خوب داره در این هم ثواب است و هم خورما و مریض هم بفهمونه درست از دی ارزان هم است قیمت هم است اما اما قیمتش اگر یک بار بگیری خوبتر میشه و دوز تداویش بسیار مهم است و دکتر حالا هم خوب میشه به عنوان آخرین فرصتش روی وقایع صحبت کنیم که ما چگونه وقایع کنیم تا اینکه ما صاحب اچ نشیم در کمتر از دقیقه اول کوشش کنیم که باید ما از غذاهای زیاد استفاده نکنیم که او نامعقم باشه از سبزیجاتی که استفاده میکنیم باید با کلور شسته شود و در داخل خانه خود باید شرایط تاقیم ما درست باشه یعنی هایجینک لایف یا که چه قسم ما باید دستای خود پاک بشویم آبی ما پاک باشه و از آبی که استفاده میکنیم در شهر کابل اکثرا آبهای زیر زمین و نلها ملوث است بناان ما کوشش کنیم اگر زور و توان و قدرت ما میکشه ماشین های تصفیه کنه باید بگیریم تا آبی ما تصفیه شود و از آبی پاک و از ای استفاده کنیم در قسمت چهارم ای گپ است که ما وقتی که میخوایم که وقایع شیم از این امراض گوناگون میده ما از ادویجات مختلف استفاده نکنیم و از نوشیدنی های مختلف بعضی از نوشیدنی ها که ما به نهایت زیاد استفاده میکنیم حتی در ماه مبارک رمضان هم از از نوشیدنی های گازدار زیاد استفاده میکنیم این نوشیدنی های گازدار باز هم باعث تکالیف میده و باعث اسید میده میشه و همچنان باعث تجدید کسانی که ایچ دارن باعث سوزو میشن در نتیجه ما باید کوشش بکنیم که عذاب های معقم و زیاد سرد نباشن که باعث اذیت و آزار ما نشن بازم بر برمیگرده بعد داشتن رژیم غذایی مناسب تشکر دکتر سویز که تشکر کردین صحبت خیلی خوب هم داشتین با امید که اینکه امروز ما طرف توجه شما بیننده های عزیزم قرار گرفته باشه من دکتر سب البته اشاره کردن شما هم رعایت کنین در حال حاضر وقفه میگیریم بعد برمیگردیم سمت